درود بر شما دوستان همکاران گرامی، امروز آموزش رو توزون از مرحله نصب تا ادمینی و کار کرد بهتون میخوام آموزش بدم. در گوگل سرچ کنین زوم میتینگ دانلود و داخل سایت خود زوم که zoom.us قسمت دانلود و تمام ورژن ها برای تمام سیستم ها رو داره، میتونید دانلود کنید. برای سیستم ویندوز 10 همین گزینه اول رو بزنیم دانلود میکنه که من قبلا دانلود کردم. بعد از دانلود اینستال میکنیم. بعد از اینستال توی استارت گزینه اول میاد اتاق زومتون گذاشته میشه که خودش اتومات باز میکنه. بعد نصب میزنین. دوستان توجه داشته باشین اینجا ایمیل پسورد میخواد و شما میتونین مستقیم توی گوگلتون برین و اتاقو ثبت نام کنین. در جریان باشین اگر یک بار روی اکانت گوگلتون اگر ثبت کرده باشین دیگه نیاز نیست هر سری ثبت نام کنین. یک بار کرده باشین با یک سیستم دیگه هم با همون اکانت میتونین. من روی دوتا اکانت گوگلام دارم و حالا از این وارد میشم چون اون که دیگه اکانت دیگه هم از طریق موبایلم هست و آموزش استفاده میشه. خب اتاق میتینگمون آماده شد. شما الان خودتون شخصا یه اتاق میتینگ دارین، به دوستان اشتراک بذارین لینکتون رو از این طریق و کار شخصی خودتون رو تا 40 دقیقه 45 دقیقه میتونین انجام بدین چون این میتینگ رایگان است. خب ما میخوایم حالا بعد از نصب و مرحله ای که الان شما میگم دیگه بذارین من جمع کنم این، حالا میریم در لینک مورد نظر که لینک اتاق کانونه، میزنیم روی لینک و وارد اتاق میگیم اون ویدیو و این لحظه صبر میکنیم که دوستان در اتاق زوم ما رو دعوت کنن. بعد از دعوت میتینگ باز میشه. فقط دوستان توجه داشته باشن این گزینه گزینه هدست در این حالت اگر سیستم شما باشه به هیچ عنوان چه گوشی چه لپتاپ نه صدا رو بشنوین نه صحبت بکنین. حتما این گزینه رو بزنین، پایینی رو بزنین همچنان ادامه میدین. این گزینه رو میزنین دسترسی میکروفون به شما میده، یعنی شما میتونین دیگه صحبت کنین، صدا رو بشنوین و صدا دریافت. خب الان دوستانی که ادمین میشن بذاریدیم من اگه نگاه کنین ابزار اضافه میشه، بذارید شدین ابزار اضافه میشه. خب حالا در اتاق زوم کار کردمون میکروفون، دوربین، چیزایی که استفاده میشه، تایل نیبن وقتی بزنین لیست افرادی که داخل اتاق هستن که الان اینجا نوشته دو نفر میاد. بعد گزینه چت میتونین این پایین تایپ کنین و چتتون رو بفرستین یا ببینین دوستان چه چتی میذارن. شیر کردن یک چیزیه، حالا اینو بعد بهتون میگم که پالتاک آموزش شدم. رکورده که بزنین روش، بالا گزینه بالا آلت آ رو میزنین شروع میکنه رکورد کردن. در رکورد یه فایل فیلم بهتون میده، یه فایل صوت بهتون میده و یک فایل اسمس و مهم نیست میکروفونتون بازه یا بسته است، ما باز کنین صدای صحبت خودتونم وارد اون ویدیو یا صوت میشه. اگه میکروفونتون بسته باشه محیط رو به هیچ عنوان صداشو ضبط نمی کنه.
تمام صحبت‌ها داخل اتاق زوم ضبط میشه. خب ما این استوب میکنیم. این گزینه خیلی از دوستان موقعی که میخوان صحبت کنن میان توی چت عدد 5 میزنن. خیلی از دوستان میان عدد 5 میزنن. خب ادمینا شاید متوجه نشن. بهتره از اینجا نوشته یعنی دست بلند کنیم. میذارین یه عکس دست میاد کنار اسمتون که ادمین ها میتونن شما رو طبق لیست آماری طبق دستی که بلند کردن دوستان شما رو صداتون رو باز کنن مایکو براتون و سخنرانیتون رو ایراد کنن. خب دوستان در گزینه شیر اسکرین شما گزینه شیر اسکرین رو بزنین یا ویلچر بنویسین. من الان اتاق پالتاک رو باز میکنم شیر میکنم. یا کنید دوستان وقتی اتاق پالتاک رو شیر میکنین دیگه هیچ چیزی غیر از اتاق پالتاک برای دوستان نمایش داده نمیشه. خب اینجا کسایی که هستن داخل اتاق شما اینجا تایل نبن رو میزنین میارین اینجا. درسته؟ تمام افرادی که هستن ادمین ها اگه ادمین هستین میتونین وارد اتاق کنین دوستانو. بعد ادمین های محترم مایک گرفتن برای اتاق پالتاک کسی که شیر داره میکنه خیلی راحت میتونه مایکو بگیره و آزاد کنه. خب مایک خودش بسته باشه مهم نیست، مایکو باز میکنه و صدا از طریق کسی که داخل زوم داره سخنرانی میکنه صدا براش ارسال میشه. دقیقا اگه ببینین الان داره صدا ارسال میشه داخل زوم و دوستانی که صحبت میکنن همچنین داخل اتاق پالتاک صدا رو میشنوند. حالا اگر دوستی میخواد توی پالتاک سخنرانی کنه شما مایک رو براش آزاد میکنین و مایک خودتون رو باز میکنین. حالا اینجا دوستان اگر تو پالتاک صحبت بکنن چون مایکتون اینجا باز هست خب شما این گفتار رو میشنوید و دوستان اینو در نظر داشتن میتونن این ابزار رو با این فلش بیارن در قسمت پایین ابزار. خب دوستان بعض موقع دوستان میان شیر میکنن بعد میخوان ضبط کنن. اینجا دیگه توی این گزینه ها دکمه ضبط نیست. توی این میر بعد بیان گزینه چتشون رو میتونن باز کنن. این گزینه گفتم Alt R اینو بزنن شروع میکنه ضبط کردن. اینجا گزینه هم شیر میاد اینجا هم شیر میاد هم گزینه ضبط کردن هر دوتا هستش. خب من استوب میکنم شیر نباشه ضبطم استوب میکنم. دوستان یک مورد مهم رو در نظر بگیرن وقتی اتاق باز میشه این گزینه رو بزنین چون برای شما دسترسیش میاد. لطفا این تیک رو بردارن دوستان. اگر این تیک باشه یعنی صداها بسته یه وقتی کسی وارد میشه صداش بسته است ولی خودش میتونه باز کنه. تیک رو بردارین که نتونن باز کنن. شما اجازه دسترسی به اون صدا رو بدین. بله یا یس رو میزنین و صداها بسته میشه و هر کسی که بخواد وارد اتاق شده صداش باز بخواد بشه باید شما اجازه دسترسی به اونو بدین. حالا من از میشیم وارد اتاق زوم میشم به عنوان یک فرد معمولی که ادمین نیستم. نگاه کنید دوستان الان این حمید آریا لینکیه که اومده و میخواد وارد اتاق بشه. لاسن که بزنیم میتونه وارد اتاق باشه. وارد اتاقش میکنیم. خب دوستان وارد اتاق شدن از طریق گوشیم. اجازه دسترسی به میکروفون رو میدم ولی مایکم بسته است. درسته؟ اون گزینه زدم که رو هدست نمیشه مایکم بسته است. حالا شما هر کار من بکنم نمیتونم وارد بشم. شما باید این گزینه بزنین یعنی صداشو باز کنید. در صورت زدن یه پیغام برای دوستان میاد. وقتی ادمین های محترم میزنن هم من دارم برای ادمین ها میگم هم برای دوستان. دوستانی که با گوشی یا با لپتاپ اصلا فرق میکنه گزینه پایین آف نبند آلمانی میشه حالا به انگلیسی نمیدونم گزینه پایین بزنن مایک باز میشه و میتونن
صحبت کنن. یک دوی دو درسته. حالا اینجا نمیدونم چرا نشون نمیده. نشون داد صدا باز میشه و میتونن سخنانشون رو یاد کنن دوستان. و هر وقت خودشون بزنن روی صدا دیگه نمیتونن باز کنن. حالا یه گزینه دیگه، شما دوستان باز کردی، باز کردی صداشون رو دارن صحبت میکنن، میخواین که صحبت، این گزینه رو میزنید صداش قطع میشه، میبینین طرف یک حرف نامربوط داره میزنه. اصلا جالب نیست. میتونین اول صداشو ببندین سری بدگزینه. دوستان این آخرین گزینه نزنین، نگاه کنین این وارتن رومز شتلن، یعنی بیاد پشت اتاق بمونه انتظار. این گزینه رو بزنیم میره پشت اتاق انتظار مجدد تا شما وارد اتاقش کنید. میره در جریان باشیم، من مجدد وارد میکنم، درسته، وارد اتاق شدن، باز کردن صدا، آخرین گزینه رو نزنیم دوستان. اگه آخرین گزینه رو بزنیم، چون چند بار شده بود، شما اگر روی تصویرش بزنیم، وقتی تصویر بازه میشه آخرین گزینه، ولی وقتی روی اسم داریم میزنیم میشه وارتن شتره، یعنی بره پشت، حالا به انگلیسیش نمیدونم، من وارتن رو میشتره، میشه پشت اتاق زوم، پشت اتاق انتظار بمونه. این گزینه رو بزنیم که میره داخل اتاق انتظار. خب مورد دیگه دوستان، کسایی که دست بلند میکنن، خب بذاری من از گوشی یه دست بلند میکنم الان که میخوام صحبت کنم. طبق لیست همینجور مثلا 20 نفر 30 نفر اگر داخل اتاق هستن، طبق اولین دستی که کسی بلند کرده سر لیست میاد قرار، درسته؟ شما مایکو براش باز میکنین و این گزینه هندو میزنین که برداشته شه که نفر بعدی بیاد سر این اسم، دوباره مثلا حمید آریا میاد، میره این پایین جایی که توی اسم لیست هستش، درسته؟ حواستون باشه این حتما هندو بردارین که دوباره مجدد اشتباه نکنن دوستان. مجدد اگه هند بزنن میان تای لیست. خب مورد دیگه ای که دوستان خیلی باش برخورد کردن، این گزینه اینجاست، ایو کنین آنچه اینو وقتی میزنین میاد نمایش میده ما چجوری سفر رو گذاشته باشیم. خیلی هم حواسشون نیست میان میزنن، اینو بزنین تمام گزینه ها میاد داخل پنجره، یعنی سخنران ها و تمام کسایی که داخل اتاق هستن تو این پنجره توی دو صفحه سه صفحه نمایش داده میشه. اگر این گزینه رو بزنین باز میاد بالا نوار ابزار، افرادی که داخل اتاق هستن، حالت بک چپ و راست داره که نشون داده میشه و کسی که سخنرانی میکنه صداش داخل اتاق میاد، اینجا نشون داده میشه. سیستم های مختلف فرق میکنه، خب من سیستم دیگم چون بزرگتره مانیتورش خب تغییر میکنه، و اینو بزنین کلن فول اسکرین میشه، یعنی شما همون حالت ابزارها رو میتونین بیارین جداگانه هر جای صفحه بذارین، ضبطتون چتتون همه چی و اون متن رو داشته باشین. پس اینا رو در نظر بگیرین. و دوستان وقتی شیر میکنن، مثلا ادمین های محترم وقتی یک اتاق پالتاک شیر میکنن، برای شما دقیقا به این حالت میشه، دوستانی که در اتاق هستن به این حالت بزرگ میشه. از این میگن من چجوری نمیتونم دسترسی پیدا کنم به اتاق، و این مشکل خیلی ها دارن. دو بار دبل کلیک کنید، شما وقتی خودتون میرین رو این حالت که میتونید دبل کلیک کنید، یا ولی وقتی شیر میشه دقیقا به همین حالت فول اسکرین برای شما نمایش داده میشه. شما دو روی حالت نرمال میتونین اینجوری بیاین، ولی دبل کلیک که بکنین میاد صفحه به حالت اولیه که خودتون باز کرده بودین نمایش داده میشه. سپاس فراوان که گوش دادین و امیدوارم که تونسته باشم راهنمایی برای شما دوستان عزیز باشم.